جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه، فما كنت إلا مثل طه نبوي. كم تجلى فيك آي للهدى، من كتاب الله قد كان خفيا. فيك من موسى وعيسى شبه، وغلام فيه بشرى زكريا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا؟ كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى وقد كنت فاتيا؟ فتبدى منك علم موجز من رسول الله إذ كنت الوصية. فتعاليت ولا غرو، إذا جعل الله بك الدين عليا. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، با تجربه 200 سالی که شیعه در باب امامت داشت مشکلاتی ایجاد نشد، اما گویا یک آزمایش جدید یا در اصل یک مهارت جدیدی برای جمله شیعیان ایجاد شد تا ذخیره‌ای باشد برای بعدها، که خداوند متعال به حکمتش آشناست. یعنی کودکی امام جواد که حتی برخی از علما هم متحیر شدند، حرف و حدیث‌هایی هم به راه افتاد. خداوندا ما را به زیبایی ایمان زینت بخش و در زمره هدایتگران خود قرار ده. خداوندا از تو اراده بر رشد و پایداری بر آن و بر فرمانت درخواست می کنم. خداوندا از تو توفیق شکر بر نعمتت، عافیت نیکویت و ادای حق خودت را مسئلت می کنم. پروردگارا به من قلب سلیم و زبان راستگو عنایت فرما. برو به خانه ریان ابن سلط، صفوان ابن یحیی، محمد ابن حکیم و یونس ابن عبدالرحمن و بیشان بگو اربابم عبدالرحمن ابن حجاج برای مسئله بسیار مهمی در خانه خود در نزدیکی برکه زلزل منتظر شماست. باز هم میگویم هیچ یک از آنان تأخیر نکنند. بر روی چشم. برو در پناه خدا. منتظر شما هستن. کس دیگری هم با آنجا میآید؟ بله سرورم. خداوند حفظت کند کسی تو را نبیند. حواسم جمع است، کسی مرا نمیبیند. به سلامت، خیر ببینی. در پناه خدا. امام رضا علیه السلام با آگاهی از شهادتش مرا به بغداد فرستاد تا دستگیر شیعیان باشم. خداوند در این راه یاریم کند. لا حول ولا قوة الا بالله. نمیدونم چه بر سر مولایم آمده. به او خیانت شده است. امام خبر داده بود
که در دیار غربت و مسموم از دنیا خواهد رفت و قاتلش بدترین خلق خداست. لعنت خدا بر کسی که با تو چنین کرد مولایم. هر روز بر خودمان و بر امام میگریم. خداوند به ما یاری دهد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزاداریتان در عزای امام معصوم و وصی رسول خدا و خاندان اهل بیت قبول باشد. اجرمون با خدا. هنوز باقی دوستان نیامدند؟ بزرگان شیعه در مناطق مختلف بغداد پراکندند، پس از شما خواهند رسید. بفرمایید داخل برادران، بفرمایید. ای دوستان بزرگوار، برادران، شما بزرگان شیعه در بغداد هستید. مصیبت بزرگی بر ما وارد شد. عزیزترین من از میان ما رفت، روشنایی دیدگان من رفت و ما را در سوک نشان. ایشان مبتلای به بدترین و منافقترین خلق خدا شد. خداوند لعنت کند قاتل عنود و حسودش را. حال ما مبتلای به یک آزمایش دیگر الهی شدیم و همگی باید دعا کنیم که خداوند به فریاد شیعیان برسد. انشالله اینجا جمع شدیم که یک سخن از ما به دیگران برسد و پراکندگی در میان نباشد. به تازگی از گرداب واقفی رهایی یافتیم. حال چه باید بکنیم؟ امر واضح و روشن است. مگر غیر از این است که فقط یک پسر برای امام ما وجود دارد؟ مگر نه این که به جز حسن و حسین علیهم السلام دیگر امامت در دو برادر جمع نمی شود؟ مگر غیر از این است که باید ارجاع کنیم به وجود شریف محمد ابن علی علیهم السلام؟ وامانده اید که آیا یک کودک میتواند امام بشود؟ شبهه میکنید به رشد جسمانی ایشان؟ وای بر شما! مگر شرط امامت رسیدن به رشد جسمانی است؟ گویا نبوت یحیی و عیسی علیهم السلام برای همین روزگار ماست. در قرآن کریم هم آمده است مگر در سنین کم حکم به سلیمان نبی داده نشد؟ تردید در کلام قرآن برادران؟ تکلیف بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر ما آشکار است. پس دیگر این تأخیر برای چیست؟ حکم خداوند و رسول اوست. پس اهل بیت رسولش را دریابید. آرام باش برادرم ابن حکیم. حواستان باشد که جماعت شیعه به شما نگاه می کند. مبادا از این منزل بیرون بروید در حالی که بلا تکلیفید. یونس تو حواست باشد. شما را چه می شود؟ زایعی ناگهانی بر ما وارد شد که انتظارش را نداشتیم. به شما حق میدهم سرزنشم کنید. لغزش خود در باب واقفیه را فراموش نمی کنم. شکر خدا که ملایم مرا بخشید. درست است استدلال برادرم ابن حکیم و من حرفی برای گفتن ندارم، اما به من حق بدهید. تا کنون چنین وضعی پیش نیامده بود. ظرف انسانها برای مقابله با رخدادها یکسان نیست. خدا به فریاد من برسد تا به گردابی دیگر فرو نیفتم و غرق نشوم. چندین بار به تو گفتم انقدر در پی استدلال های عقلی نباش. اجازه الهی و غیب خداوند تو را کفایت خواهد کرد. آنچه در نظر دارم این است که چه می شود اگر با مشاهده چه می خواهی بگویی یونس؟ تا
تو از بزرگان و یاوران اهل بیت هستی ای یونس؟ منظورم سن کم محمد فرزند امام رضا علیه السلام است. چه میگویی؟ میگویم به نزدشان برویم. به چه سبب؟ تا وقتی که فرزند مولایم امام رضا علیه السلام به سن معقول برسند نمیتوان ایشان را رها کرد. نزد ما ادعای ایمان داری؟ اما در باطن شک داری ابن عبدالرحمن؟ وای بر تو، اگر امر امامت امام جواد از طرف خداوند باشد، حتی کودک یک روزه نیز بمانند شیخی دانا و برتر از اوست، زیرا علمش از علم خداست. اما اگر از طرف خداوند نباشد، حتی اگر هزار سال عمر کند باز هم فردی از عوام است. ای پسر حکیم، او یونس است و تو جایگاه او را میدانی. آرام باشید دوستان من، آرام باشید. به خدا سوگند سوء تعبیر شده، من فقط در بیان عبارت به اشتباه رفتم. من هیچ شکی به دل ندارم برادران، به خدا سوگند تحمل ندارم کسی مرا بدان متهم کند. این گونه با تو پیمان بستیم و تو نزد امام مورد اطمینان بودی. پس به ما بگو منظورت چه بود یونس؟ شما مردم زمان ما را میشناسید. آنها یا فقیهان حکومتی هستند که از اموال، منازل و کنیزان او بهره‌مندند، یا عامه هستند که حدیث نقل می کنند، و یا از مرجعه، حشویه و قدریه. عموم آنها منتظرند بین ما شکافی ایجاد شود. باید در مرحله اثبات قوی باشیم و استوار در مرحله ثبوت. فی الواقع بر این یقین دارم. چقدر روز رتبت بود. ای محمد، چیزی بگو و از یونس درگذر. منظورش چیزی بود، سخنش چیز دیگری. همه ای ما قدر او و محبت و ولایت مداریش را می دانیم. به خدا به سوی امام جواد نمی روم مگر ثابت کنم پدرش علیه السلام پیش از مرگش به او وصیت کرد و او را به امامت امت منصوب کرد. پس او امام محمد الجواد پسر علی ابن موسی رضا علیه السلام است. من گوش به فرمان و مطیع او هستم و اطاعت او واجب است. امام صادق علیه السلام درباره او فرموده است: نظرتان چیز که با این سنش با شما محاجه کند، که تا زمانی که دنیا برجاست سلام خدا بر او و پدرانش باد. اما پیامبر خدا ابراهیم علیه السلام الگوی ماست که به پروردگارش گفت: میخواهم قلبم مطمئن شود. موسم حج نزدیک است، با ایشان بروید. آنچه که انتظارش را دارید در ایشان خواهید دید. تو را به خدا سوگند از من خشمگین نباش. نمیتوانم قبول کنم در میان شیعیان کسی با منزلت تو به من شک داشته باشد. میخواهیم مباحثه علمی و حدیثی داشته باشیم تا بهره برده باشیم. چیزی بگو یونس. من بگویم؟ آری، سخنی بگو ای آری یونس. آری بگو یونس. بنا به استنادات عقلی روح میتواند از مسیر عادی حرکت کند و به کمال برسد، و یا بهتر بگوییم روح کامل است، که البته در شرایط زمانی و مکانی تحت تأثیر قرار میگیرد، و روح انسان کامل از همان اول کامل است و معید به روح القدس می باشد. اما جسم در انسانها در یک مرحله تکاملی قرار دارد که در انسان کامل قابلیت آن نیز کامل است. مسئله تینت هم داریم که در برابر روح است. برادران، با اتکا و ایمان به خداوند تبارک و تعالی سختی ها آسان می شود و با پیروی از رسول گرامیش. وقتی امام جواد علیه السلام اعلام امامت کرد، کسی را مدعی در برابر خود نداشت، زیرا علویان به مرور زمان شناخت بهتری از امامت پیدا کرده بودند و به این درک رسیده بودند که امامت به امر الهی است و نیز ملکوتی. تنها مشکل در کودکی امام بود که امام علیه السلام عموماً برای اثبات آن به آیات قرآن استناد می نمود. مولایم، سلام بر شما و پدران بزرگوارتان. خداوند تو را رحمت کند عمو جان، که حق ولایت را ادا نمودی. وظیفه دارم با شما بیعت کرده یاریم را اعلام نمایم. در گروه صادقین باشی انشاءالله.
خداوند شما را از بلایا حفظ کند. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. از شما امری عجیب دیدم. شاگردانت میگویند که شما عموی پدرش هستی و در برابر مردم دستش را میبوسی، آن هم در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله. اگر خدا این سپید موی را شایسته ندانسته برای امامت و آن جوان را سزاوار دانسته و در جایی قرار داده که میبایست در برابرش بیستم، به خدا پناه میبرم از آن چه میگویید، بلکه من عبد او، بنده و غلام او هستم. بدانید که محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام جانشین و وصی پدرش است. در حضور پدرش با او بیعت نمودم و شهادت می دهم که او امام من است. پدرم کاظم می گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. پدرم به فدای پسر بهترین کنیزان که از سرزمین نوبیه و پاکیزه است که از فرزندان او کسی است که مطرود و رانده و خونخواه پدرانش است و صاحب غیبتی است آنچنان طولانی که گفته می شود او مرده یا نابود شده است. این حدیث در باب ایشان است؟ آری، به امامت ایشان تصریح شده و من در حضور برادرزادم علی ابن موسی علیه السلام با ایشان بیعت نمودم. آقا ما رو ببخش، خدا می داند رسالتش را در کجا قرار دهد. السلام علیکم. علیکم و علیک السلام. برای من حدیث بگویید. وقتی این آیه شریفه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، و خیشان نزدیکت را هشدارده، ایشان حدود 40 نفر از خاندانش را دعوت کرد و به آنها فرمود هر کس اول از همه به من ایمان بیاورد، او وزیر، وارث، برادر و وصی من است و بعد از من جانشینم در میان شماست. هیچ کدام پیشنهاد رسول خدا صلی الله علیه و آله را قبول نکردند. سلام. به جز پدرم علی ابن ابی طالب که در آن زمان 13 ساله بود. خانواده‌ای که بعضی از بعضی دیگرند، باز هم بگویید پسر رسول خدا. خداوند تعالی به داوود وحی کرد که سلیمان را به عنوان خلیفه خیش برگزیند. در آن زمان سلیمان یک کودک بود که گوسفندان را به چرا می برد. بعضی از عابدان و علمای بنی اسرائیل آن را انکار کردند. خدا شما را حفظ نماید مولای ما. خداوندا او را حفظ کن، از شر ظالمان محفوظ بدار. ای جماعت مسلمان، میگویی چرا علی ابن جعفر او را این گونه احترام میگذارد؟ کاش می دانستی چه علمی در سینه آن عزیزترین من است، چه تقوا، زهد، کرم و دانش و بزرگمنشی در وجود اوست که نه من می دانم و نه شما، که اگر می دانستی تعجب می کردید. خدایا او را از شر ظالمان و طاغیان اهل بغا و جباران حفظ بفرما، یا ارحم الراحمین. چه هدیه‌ای برای پسر رسول خدا ببرم؟ خوب است به تناسب سن ایشان وسایل سرگرمی و بازی ببرم، اما ایشان امام است. خداوندا با ما مدارا کن. مولایم. ای علی ابن اسباط، صاحب امامت کار لغو و بیهوده و بازی انجام نمی دهد. جانم به قربانت مولای من. خداوند همچنان که در نبوت احتجاج کرده، در امامت نیز استدلال آورده است. خداوند می فرماید در کودکی به او حکمت عطا کردیم و همچنین می فرماید زمانی که بزرگ شد و به 40 سالگی رسید،
همچنان که در کودکی حکمت عطا کردن جایز است، در 40 سالگی نیز جایز است. و فرمود: پس به سلیمان فهماندیم و هر کدام را حکمت و علم عطا نمودیم و در آن زمان عمرش 10 سال بود. والله لحظه ای شک نکردم. ای علی، اتهامی متوجه تو نیست و خداوند سبحان به اوصیاش توان مشاهده باطن مردم را داده است. مولایم، جانم به قربانتان، آیا عیسی ابن مریم علیه السلام زمانی که در گهواره سخن گفت حجت خدا بر اهل زمانش بود؟ غیر از تو نیز سوال کرده و گفتند که در ابتدای سنش کودک می باشد. پس هر کس در این مسئله بیاندیشد و تدبر نماید، آن را رحمتی از جانب خداوند و معجزه‌ای در برابر مخالفان می‌یابد و خدای سبحان کار خود به پایان می‌رساند. نشنیده ای که عیسی در گهواره فرمود: منم بنده خداوند که به من کتاب داد و مرا پیامبر قرار داده است و هر جا که باشم مرا وجودی مبارک ساخته و تا زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است؟ بله، به راستی این آیه را تلاوت کردم. خداوند به شما این علم عطا کرده است. زمانی که پیامبر خدا عیسی دیگر سخن نگفت، چه کسی حجت خدا بر مردم بود؟ ای ابا هاشم، در آن زمان حجت زکریا علیه السلام بوده. بعد از مرگ او یحیی وارث او شد و به او کتاب و حکمت عطا نمود، در حالی که کودکی کوچک بوده است. آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: ای یحیی، کتاب را محکم بگیر، و به او در کودکی حکمت عطا کرده ایم؟ پس زمانی که عیسی به 7 سالگی رسید، او را به نبوت و رسالت مبعوث نمود. پس عیسی حجت بر یحیی و بر همه مردم بود از زمان خلقت آدم و حبوتش بر زمین. فدایت شدم. آیا امیر المومنین علی علیه السلام در زمان حیات رسول خدا و بعد از رحلتشان حجتی از جانب خداوند و رسولش بر این ملت بوده؟ بله، روزی که او را به مردم معرفی و علمش را به او منتقل نمود و مردم را به دوستی و تبعیت از او فراخواند. و اطاعت از امیر المومنین در زمان حیات و ممات رسول خدا واجب بوده است؟ بله، اما در زمان رسول خدا او هیچ سخن نگفت و امت و علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان اطاعت می کردند و بعد از وفات رسول خدا اطاعت از علی از جانب خدا و رسولش بر مردم واجب بوده است و امیر المومنین علی علیه السلام حکیم و دانا بود. ای ابا جعفر، جانم به قربانت، از چه وقت امام بعدی می فهمد که به امامت رسیده است؟ وقتی امام پیشین از دنیا منتقل می شود، شأنی جدید و تواضعی خاص نسبت به خداوند بر او عارض می گردد که تا آن زمان آن تواضع و بندگی را نداشت. به همراه آن احساس مسئولیت و وظیفه است. وقتی امام به امامت می رسد، با او روح القدس است که از لحظه امامت همراه می گردد و با آمدنش علم اولین و آخرین را برای امام می آورد. از این رو امام به علم ملکوتی دست می یابد و در مرتبه بالاترین عبودیت قرار می گیرد. این روح از پیامبر صلی الله علیه و آله به امام بعد منتقل می شود، حال چه کودک باشد چه بزرگ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای مولایم، آنها در کودکی مانند بقیه کودکان بودند؟ منظورم در بازی و سرگرمی است. کودکان نزد یحیی علیه السلام آمدند و به او گفتند: بیا بازی کنیم. او پاسخ داد: ما برای بازی خلق نشده ایم و برای جدیت و کار بزرگ آفریده شده ایم. راست گفت پیامبر خدا یحیی علیه السلام: صاحب این امر نه بازی می کند و نه اهل لهو و سرگرمی است. خدا همه تان را رحمت کند و ما و شما را در بهشت خود گرد آورد. آمین یا رب العالمین. مأمون چند روزی در طوس توقف کرد و برای فریب مردم، به مانند مادری که جوانش را از دست داده، به ظاهر عزاداری کرد. گریه میکنید سرورم؟
ابن اکسام، تو نزد من یگانه ای. بیش از رضایت شما دیگر چه میخواهم سروره؟ درباره علی ابن موسی رحمت الله علیه چه میگویی؟ چه بگویم سرورم؟ درباره آن که در خانه نبوت زاده شد و با ارزش های رسالت بزرگ شد. بگو ای پسر احسان. میگویم نیمی از امت شما امامی جز ایشان نمیشناسد و این مذهب آنهاست که او امام معصومی است که به تواتر از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفی شده است. صلواتت ابتر است. پیامبر فرمودند این گونه صلوات بفرستید: صلی الله علیه و آله و سلم، علیه و آله و سلم. وای بر تو، حتی صلواتت بر رسول خدا را ناقص میگویی. تعجبی نیست، چرا که تو بر مذهب اهل سنتی. پس چون میپرسم جوابم را صحیح میدهی و کامل. از خشم شما میهراسم سرورم. از چیزی نه هراس. کاش مردم میدانستن چه اندازه از بخشیدن لذت میبرم. علی ابن موسی رحمت الله علیه ابر مرد روزگار ما بود. از زمان خلفای راشدین تا کنون امت روی هیچ کس به اندازه ایشان اجماع نکرده بود. همگان او را دوست داشتن، شیعیانش، معتزله، فقها و اهل حدیث، حتی فرماندهان و نهراس ابن اکسان. و چه؟ و این که در میان امت دوران ما کسی غیر از او شایسته خلافت نبود. لعنت بر پادشاهی، چه انسانهای بیگناهی کشته شدند. ابن اکسان، مولای من، از من پنهان میکنی؟ به خدا سوگند من نیز در این زمان کسی غیر از او شایسته خلافت نمیدانم. همینطور جدش علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علیه السلام، بعد از رسول خدا شایسته ترین مردم به خلافت بود، اما خودشان از آن عقب نشستند. نمیرسد هر مستحقی به آنچه استحقاق دارد. شاید دلیلی بر این باشد. بگو. به خدا سوگند سرورم، من می هراسم. تو را هم نشینم و محرم اسرارم قرار دادم، پس آن چه می دانی برایم بگو ابن اکسان. سرورم، می گویند شما را کشتید با سم. راست می گویی؟ بله مولای من، نجواها در این خصوص به گوش همه رسیده است و بسیاری نیز در ملأ عام آن را فریاد می‌زنند. و تو؟ تو چه می‌گویی؟ شما را از آن مبرا می‌دانم ای خلیفه مسلمین. شاهد بودم که همیشه ایشان را مقدم می دانستید و احترامشان به جا می آوردید. امشب مرا ترک نکن، بیا در منزل من بخواب. ترسی به جانم افتاده که به خود ندیده بودم. آنچه می گویم گوش کنید. به خدا سوگند بعد از آنکه مولایم را به قتل رساند اجازه نخواهم داد در طریقش لحظه ای خوش باشد. شبی خون میزنیم که بدانت فریب نخورده ایم. پس مردم این گونه میگویند. بله مولای من، رهبر به مردمش دروغ نمیگوید.
چون شما اصرار کردید به شما گفتم. میگویند او با شما انگور مسموم خورد. هر دو از یک خوشه خوردیم. آن را فرزندان حسن ابن سهل برایم آورده بودند. اما کدورتی بین آنام و ابوالحسن نبوده ای خلیفه. خواستند هر دوی ما را بکشند به انتقام عمویشان. ارتباط شما با قتل عمویشان چیست؟ خود را به نادانی زده ای؟ فقط پرسیدم سرورم. قاتلان نگفتند آنها را برای کشتن فضل فرستادم و سپس گفته شد که من آنها را کشتم تا شاهدی باقی نماند؟ بله چون این گفتم سرورم. ابوالحسن درباره آشفتگی عراق خبر داد، سپس نقش فضل ابن سهل در آن افشا شد. او مسبب قتل هرثمه نبود و تبعید طاهر ابن حسین؟ تمام اینها را شنیدم یا خلیفه مسلمین. از حرم من الشمس مجازاتشان میکنید؟ سندی بر این کار ندارم. حق با شماست مولای من، باید مدرکی باشد بدون شبه درم. لکن پخش این شایعه در میان مردم چه میشود؟ آن دو در خطر مرگ توسط یاران رضا قرار میگیرند. و آیا من در این میان مقصرم؟ ابدا، ارتباطی با شما ندارد سرورم. گمان نمی کنم نزد احدی از بنی عباس تردیدی باقی مانده باشد که شما را مؤاخذه کنند، و چه بسا وقتی به بغداد وارد شدید از شما استقبال هم بکنند. چرا یاب نگذر؟ چیزی نمانده که بخواهند به خاطرش با شما مخالفت کنند خلیفه مسلمین. فضل ابن سهل کشته شد، رضا هم رفت، دیگر حجتی ندارند، راهشان برای بازگشت باز است همچون گربه ها به لانه هایشان. بی نظیر بودی اگر در قلبت هم با ما بودی. این مسئله شما را به آنها نزدیک میکند و دوریشان از شما را منتفی. شما متعلق به همه مردم هستید، امام عادل یگانه برای آنها و پدرانشان هستید. به خدا که قضاوت در بصره شایسته توست، حتی اگر فقها بر من خشم میشوند. هنگامی که به عراق رسیدیم به بصره برو و بر مسند قضاوت در آنجا بنشین. عدالت و انصاف را به نهایت در آنجا اجرا کن. تو متهم نیستی. من مطیع اوامر شما هستم یا خلیفه مسلم. جلودارها بروند.
گمان نمی کردم با آن همه خدمت به خراسانی ها خون سپاهیان مرا بریزند. باید حاکمی از خودشان، اما مطیع و وفادار به من بر سرشان نصب کنم تا خود با من همراهی کنند. مأمون یک شیطان است، شیطان پیچیده و مرموزی که شیعیان بارها به او مبتلا شدند. از یک طرف امام رضا علیه السلام را شهید می نماید و از طرف دیگر خودش را صاحب اذانشان می دهد که بقیه باید او را تسلیت بگویند و در کنار آن اباسلط را که شاهد ماجرا بوده زندانی می کند تا اسرارش آشکار نشود. وقتی که مسموم شدن امام رضا علیه السلام بر همگان مکشوف می شود، بستگان ابن سعد را متهم می کند که می خواستند هم خودش و هم امام رضا علیه السلام را مسموم کرده بکشند. از یک طرف عوامل سلطه بنی عباس همچون ابن سهل و امام رضا علیه السلام را از صحنه حذف می کند، از طرف دیگر افضلیت علی ابن ابی طالب را مطرح می کند که همگان یعنی دوست و دشمن از رفتارهای او سرگشته می شوند. در این میان دو کاروان در راه مدینه منوره بودند. یک کاروان از بغداد می آید که اصحاب امام رضا بودند، دیگری کاروانی از خراسان که موفق کاروان سالارش بود و با ماترک امام شهید امام رضا علیه السلام به سوی بازماندگان باز میگشت. چگونه این کاروان را ببینم حالا که برادرم خانه‌اش دور است و او را نمی‌بینم؟ وای بر ظالمان، چگونه دلشان راضی به این کار شد؟ چه مصیبتی، کاش من رو هم با او به خاک می سپردم. حرم خراسانیان شده است، تربت آقای من. یا رب او را غریق رحمتت بفرما. صدق الله العلی العظیم. آیا معتقدی که من امام تو هستم ای موفق؟ بله والله، تا زنده هستم از مولایم ابوالحسن علیه السلام که رحمت خدا بر او باد این مطلب را شنیدم. پسرم، چقدر بازگشت کاروان پدرت دردناک است، چقدر دردناک است. و صابران را بشارت ده، همانان که وقتی به ایشان مصیبتی در رسد میگویند ما از خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت. خدا برای ما کافی است و او خوب وکیل است. شیعیان بدانند که زیارت پدرم امام رضا برابر با هزار حج است. به راستی زیارت آقایم غریب توس برابر با هزار حج است مولایم. بله، بلکه برابر با هزار هزار حج است، چنانچه کسی که او را زیارت می کند معرفت به حقش داشته باشد. کاروانیان را به میهمان سرا ببرید و پذیرایی کنید که خسته و گرسنه‌اند. احسن بر شما. بارک الله.